ای فوتبال 2023 اومد. سلام و درود خدا برای شما. داخل این ویدیو آقا می‌خوایم با هم دیگه بریم بعد از مدت‌های طولانی که کاربرها PS2020 بازی کردن، بعد از اون اومدن ورژن 19ام دادن، بعد 11ام دادن، الان اومدن ورژن 2 دادن. می‌خوایم بریم ببینیم که آقا داستان از چه قراره. همینطوری که دارین توی تصویر مشاهده می‌کنین، من هنوز بازیو استارت نزدم و نمی‌دونم چی به چی، اما از یه سری استوری‌های همکارامون که دیدم مثل اینکه اتفاقای خوبی توی بازی افتاده و این از همین الان ببینید که اصلا تم رنگی چرت و پرت آبی و زرد یک کمی محو‌تر شده و یک تم رنگی بنفش و آبی و نارنجی اضافه شده به بازی. بریم ببینیم که داستان از چه قراره. اوه بابا، خدا وکیلی از این کیت نیمارا خیلی خوشم اومد بنفشه. میخوام از اول کار رو با هم دیگه بریم. هنوز من بازی رو باز نکرده بودم، همین الان اومدیم با هم دیگه بازش کردیم. برای کنسول و اینها، برای پلتفرم مختلف بهتون گفتم حجمشون چقدر رو آپدیت کردم واسه PC. 11 گیگ اگر آپدیت آخرش رو دانلود کرده باشیم، واسه PS4 45 گیگ، PS5 9 گیگ، ایکس‌باکس هم پیش کنم 25 گیگ بود، تقریبا همین حدودا اگر آپدیت قبل اینو دانلود کرده باشین. اگه نکرده باشین که احتمالاً حجم بیشتری رو باید دانلود بکنید. من از قصدی که اومدم بازی رو دیرتر شروع کنم به خاطر اینکه سرورها بیان بالا، توی این ویدیو که الان داریم می‌گیریم سرورها هم تست بکنیم، بازی آنلاین هم بریم ببینیم که چطوری شده، همون P2P یا نه. سلکت بیس تیم، مگه من بیس تیم هم انتخاب نکرده بودم؟ لا علی داستان چیه؟ آقا بزن بره یه لحظه، من تیم داشتم و اکانت ما چی شد الان؟ اینو بگو به ما. اکانت تو داریم، باید دوباره باشگاه انتخاب کنید. حواستون باشه آقا، باشگاهتون رو جوری انتخاب بکنید که دیگه حالا بعدش اگه نتونستین تغییر بدین داستان نشه مثل سری قبل. اینو حواستون جمع باشه. من الان لورکوزن گرفتم، دیگه نمیتونم تغییر بدم. یه دونه گیفت داده بهمون از طرف ادمین، نمیدونم چیه. ببینیم ما هم دیگه بازش میکنیم. آقا یک قسمت اون بالا اضافه شده، اینجا این قسمت اضافه شده، شاپو داشتیم، این قسمت آخری هم داشتیم، به همشون میرسیم. الان این قسمت جدیدی که اضافه شده تو ابجکتیو و اینا، مثلا اینکه اومده اینجا ابجکتیو از اون پایین براشون آوردن اینجا، کریر ابجکتیو دو تا چیز میذاره بهمون. یه سری پک های پریمیوم اضافه شده از میلان، مثلا اینکه اینتر نیستش، اما این میلان و اینتر هم خدا رو شکر لایسنس شدن، قابل بازی اضافه شدن ها. پک های پریمیوم اینتر و میلان هستن از این طرف هم. اوه از این طرف پک های دیگه هستن و هک سرمربی هستن، پرک سرمربی کروف و ایشون، که حالا ببینم که چه فرقی میکنه این 500 تا اون 300 تا چه فرقی میکنه با هم دیگه. آها 500 تا بدی یه دونه سرمربی، یه دونه منیجر کرویف میگیری که 91 92 تا اوورال داشت. مثلا اینکه اینجا نمیدونم، اینا بعد بررسی بشه ببینیم که داستانش چیه. و اینو بهتون بگم که اینجا پک های پریمیوم جدید اضافه شده اینتر و میلان به خاطر لایسنس های جدید، که اینجا میدون دروازه‌بان پیش چه پریمیومیه 4 ستاره داری میدی آخه، 900 تا بدی 4 ستاره بگیری. اینجا میدون بازیکن بهتون بارلا رو میده و اینجا هم توی پک میلان بهتون همه این بازیکنای میلان رو میده بهتون. توی پک اینتر هم مثل اون پکای پریمیوم قبلی متام، اونا 2000 تا بودن، اینا کمترن، چیز خاصی نیست. اون جایزه که بهتون میده به همه میده. و اینجا هم مثل اینکه قسمت استاندارد پلیر پوسترش تغییر کرد، اسپشیال پلیر لیست بهمون اون جایزه که داده ببینم که آها اون جایزه که بهتون میده اینه. بریم با هم دیگه باز کنیم ببینیم که چه بازیکنای توچ هست و همین اول کار ما بازیکنو بگیریم دیگه. او انتخابیه دیگه، شما بر اساس نیازی که دارین اینجا بازیکنو میگیرین دیگه، چیز خاصی نیست. یه دروازه‌بان بده به ما. نه دروازه‌بان بده چیه داداش، این اصلا شانسیه، اشتباه فکر کردم من. ببینیم اخو اولین پک اوپنینگ ورژن 2 وی فوتبال 23 به من چی میده. اوه چه موزیکی. بله لالیگا 5 ستاره بده، مرسی. دروازه‌بان رو بده میخوام بهت، یعنی دروازه‌بان ندادی اصافت. چه موزیکی، خدا وکیلی موزیک 20. ببین همین الان نمره رو گرفتی، خدا وکیلی یه 20 گذاشتم واسط کنار. وای موزیک عالی. آقا ببین اصلا در مورد موزیکی که پک باز میکنین حرف نزنم، حتی من وقتی این پکو باز میکنین با صدا گوش کنین. پک های دیگه هم اضافه شدن، اینجا پک ورلد واید اضافه شده که توش ببینم چه بازیکنایی هستن. 100 تا کوین میگیره ازتون و امباپه 97 توشه. چه بازیکنایی توش، حتما یه پک اومدین ازش میذاریم. وای وای چه بازیکنیه امباپه، نمیتونین ارتقاش بدین، اصلا نیاز نیست ارتقاش بدین. همونطوری که میبینی اصلا توی ترکیب که بذارین بنیام اونجا نشون بده 90 90 زده، همه حالت های بازیش، یعنی هر حالتی بازی بکنید 90 و خیلی بهتون اوورال خوبی میده توی تیم و تیمتون رو خراب نمیکنه. چه پکی بود، چه پکی داد کنامی. یه دونه هم پک اینجا پلیر ترانسفر داریم که احتمالاً بازیکنای جدیدی ان که ترانسفر شدن به تیم های جدید. بله بازیکنای جدیدی هستن که به تیم های دیگه
دیگه ترانسفر شدن، اینجا پوگبا به یوونتوس رفت و حالا بازیکن‌های جدیدی که این بر اون ور شدن. من میتونم اینا رو دوباره با اون سکه هایی که به تو اون سکه های مختلف بود 5 ستاره 4 ستاره اینو اینجا میتونی استفاده بکنی. اینا چند تا چیز دیگه هم داره که اونها خیلی مهم نیست. اما آقا بریم توی استاندارد پلیر ببینیم که قیمت بازیکن‌ها فرق کرده یا نه. قیمت بازیکن‌ها فرقی نکرده، فقط رونالدو مثل اینکه از مسی اومده بالاتر. نمیدونم چرا واقعا. توی منیجر لیست ببینم که چه اتفاقی رخ داده. توی منیجر لیست هم چه تفاوت خاصی ایجاد نشده و همون سرمربیایی که بودن هستن. خب نیو سیزن این فوتبال یه سری چیزا رو واسه من قرار داده که بازیکن‌ها مثل برونو فرناندز و نیمار و مسی و اینا توش هستن. ببینم که چیه داستانش. خب نه این چیز خاصی نبود، فقط تیزر بودم. نیو پک هاست و این هم نیو پک سرمربی و اینم فروشگاه پوینت و اینم پک جدید. اینم پک جدید، این هم پک جدید احتمال. نه فکر کنم ایونت نیست. بله این ایونت که به صورت پی تو پی آنلاین میتونیم بازی بکنین. اینجا هم استارتر که احتمالاً آفلاین ایونتش. اینم که داشتیم. خیلی خوب، توی بخش تیم های آفلاینمون که این باشه، خوشبختانه چند تا تیم اضافه شدن و شما میتونید دیگه از اون 8 تا تیم بکشین بیرون، برین سراغ میلان، برین سراغ اینتر، برین سراغ روم، لاتزیو، بازیکن‌های یعنی تیم‌های دیگه هم هستن دیگه، حوصله‌تون سر نمیره. گرچه تو قسمت تمرین همه تیم‌ها هستن ولی اینجا خب یکم طول می‌کشه اضافه بکنن. توی فروشگاه پوینت هم بازیکن‌ها تغییر کردن، میتونیم بیاین بازیکن‌های لژند، آیکونیک و بازیکن‌هایی که دوست دارین رو به اضافه این بازیکن‌هایی که بودن. اینجا 3 تا بازیکن دیگه اضافه شده که بهترینشون هم ایشونه و من دوست دارم که حتما بگیرم و میگیرمش. آقا اول داریم یه دونه بازی آنلاین انجام میدیم ببینیم چه خبره. من منچستر یونایتد رو برمیدارم، روبرو میخوام اینتر، نه روبرو میخوام میلان رو بگیرم. ببینیم که چه تغییراتی توی گیم پلن، تغییرات گرافیکی آیا ایجاد شده یا کارت ها آپدیت شدن از تیم ها. حتی ببینیم که داستان استادیوم ها چطوریه. چقدر استادیوم اضافه شده آقا. اینا استادیوم های جدیدن و اینجا اسم نیو کمپ هم به اسپاتیفای نیو کمپ تغییر کرده به خاطر اسپانسری که اسپاتیفای گرفتش توی بارسلونا. آلیانز آرنا که بود، نیو کمپ هم بود، اینا به بقیه ورزشگاه های روم و لاتسیو و بقیه تیم ها هستن که اضافه شدن. چقدرم خوب، چه ورزشگاه رو خوب ساختن انصافا. خدا وکیلی ورزشگاه ها خیلی خوب ورزشگاه رو ساختن. ببینم که گرافیک چهره چی شده. آقا میخوام برم توی این ورزشگاه و ببینم تنظیمات شب و روزش. خب اوکیه، روز ما میخوایم بریم، الان شب بود مگه. لول مچ بدبختی اینه که تا سوپر استار داره و تا لژند نداره، اینش بده. خب بازیکن‌ها دارن از رخکن میخوام میارم برن توی رخکن. اریکسن اضافه شده بازیکن‌ها، یعنی آپدیت شدن. فقط ببینم احتمال زیاد که چون هم آپدیت شده باشه هر دو تیم، فقط قسمت رخکنش من کامل میخوام. خب کیت ها آپدیت شده کاملا، کیت سوم متاسفانه هنوز نذاشتن، خیلی بده. کیت سوم باید دارم واسه من، یونایتدم و کیت سبز است. ترکیب با مگوایر، دالوت و لوکشا و فرد و اریکسن و رونالدو هم هستن. فکر کنم رونالدو افت اوورال پیدا کرد یه دونه، فکر کنم 91 بود، نمیدونم، شاید هم دارم اشتباه میگم، یادم نیستش دقیقا. ببینم تا در چه حد آپدیتش. واران که بود و میساکا بود، اریکسن هم که اضافه شد. خب بازیکن جدید کی بود؟ آو کاسمیرو نیست، کاسمیرو نیستش، آپدیت هم نیست. پس البته کاسمیرو هنوز بازی نکرده. تو قسمت تاکتیک ها ببینم تغییر ایجاد شده یا نه. توی ادوانس ها متاسفانه هیچ تغییر خاصی پیدا نکرده و اینش خیلی بده. حالا شاید هم اینجوری میخوان بازی رو سخت کنن. بریم تو بازی ببینیم چه خبر. خب آقا توی رخکن ببینم که داستان از چه قرار، گرافیک چقدر پیشرفت کرده. خدای گرافیک چهره و مو، تکسچرهای مو خیلی با کیفیت تر شده. قبلا موها یک حالت نویزی داشته، کامل چی میگم مثل صیقلی نبود، نمیدونم چجوری توضیح بدم، یه حال نویزی بود، یعنی یه حالتی داشت. و اینجا هم یه دونه افت فریم داشتیم، همیشه توی هایلایت های ای فوتبال از اون موقعی که اومده افت فریم بوده. اوه لاپتارو مارتینز هم هستش. ببینم که اینجا افت فریم داره یا نه، احتمالاً اینجا افت فریم داره و هنوز درست نشده، نمیدونم، باید تو بعد از اینکه ویدیو رو رکورد کردیم ببینم داستانش چیه. تماشاچی ها رو دوست دارم، فکر میکنم که توی تماشاچی ها فکر کنم که یک مقداری تماشاچی ها رو تعداد افرادش رو بیشتر کردم فکر کنم و این خیلی جذابه. اونجوری همه چاقالو باشن کمی از اون حالت در اومد. خب اینجا فعلا تغییری نداشتیم تا حالا. بذاریم تو قسمت گیم پلی و ببینیم که تو این ورزشگاه جدید داستان از چه قراره. خدای گیم پلی خیلی روان شده، احساس میکنم خدا وکیلی. بذار یکم دیگه بازی بکنیم، احساس میکنم گیم پلی خیلی روان تر شده. صبر کن. آره خدا وکیلی چه پاس قشنگه. فکر کنم این یکم این
حالت موشنایی که پاس میدادن فکر کنم یک مقداری تغییر دادن احساس میکنم. خوب برسون بهش. ولی این استادیوم خیلی خوبه. ببین توی پاس دادن ها اصلا انگار توپ سنگین تر شده، یه همچین حالتی داره. ببین اسم میبینی توپ خیلی نکن کلن رو زمین وقتی توپ داره میره اینجوری صاف نیست، به خاطر اینکه چمن بالا پایینه توپ هم بالا پایین میشه تو پاس دادنه. میبینی اینش خیلی خفنه و بودش اما یه کمی بهتر شد، بازی روونتر شده، توی دریبل زدن هم بهتر شده. توی دریبل زدن اون موقع یه کمی دیلی داشتیم توی فرمان برداری از ازاییم. شوتاشون چجوری شده؟ آها میبینی بدن گذاشتنشون بهتر شده. سب کن بهتون یه بار دیگه نشون بدم، ازا یه بار بدن بذار رونالدو. ما میبینی بعدم وقتی میذاش اون موقع 2 متر با توپ فاصله میگیره، مثلا خیلی مصنوعی بود اون قبل. فقط تنها نقطه ضعفش میدونی چیه؟ تنها نقطه ضعفی که الان بازی داره تو بخش گرافیک و خیلی زایه است اینه که وقتی آفتاب میتابه سایه نباید سافت باشه. میبینی الان اكو سایه خود استادیوم هم که افتاده سافتی نیست، اما سایه بازیکن ها سافته و این خیلی زایه است، خیلی زایه است. سایه بازیکن نباید سافت باشه، وقتی خورشید داره میتابه اصلا سایه سافت نیست، سایه سخته رو زمین. این خیلی مسخره است. قبلا همینجوری بود و باید درست بشه. البته نمیدونم، شاید گرافیکو بذاریم رو های، نمیدونم الان بازی رو های یا نه گرافیکش، ولی یه بار دیگه تست میکنم. بذار یکم چهره هاشون رو ببینیم. راستی آقای هری ماگوایر که فیسش تغییر خاصی نکرده، لاوتارو مارتینز چه فیسی داره خدا وکیلی. لاوتارو مارتینز چه فیسی داره خداییش. اصلا فیسمون خیلی راضی بودم. دالوت هم فکر کنم تغییری نکرده، نمیدونم دالوت یادم نیستش. لوکشا رو چه چشای واسش گذاشتن. فیس لوکشا هم خیلی خوب شده. فیس اریکس متاسفانه هیچ تغییری نکرده، هیچ تغییری. فیس آقای فرد خوبه. آقای رشفورد هم فکر میکنم فیسش تغییری نداشته. آقای رشفورد هم سانچو بوده بخشید. آقای رشفورد هم اینجا تغییر خاصی نداشته. آقای برونو ولی تغییر داشته. آقای برونو فرناندس فیسش تغییر داشته و فکر کنم یکم ریشش بلند شده نیست. آره ریششو قشنگ در آوردن خدا وکیلی، ریشو خیلی بهتر در آورده. از تکسچر ریش راضیم. آقای رونالدو هم که فکر کنم یه فیکس ریزی کرده باشم فیسشو. بعد کوالیتی خود پیرهنم خوبه. او چه پیرهن قشنگی اینا دارن. فیس بازیکنهای میلان رو ببینیم. چیه این؟ چه موهای آقا، چه تکسچر مویی به کار بردن. سر ریشو نگاه چه خوب در آورده. ما خدایی راضیم، راضیم در همین حد. چقدر فیس خوب در آوردی. ببین موها رو میبینی چه خوب در آورد. ریشو نگاه، ریشو نگاه چقدر ریز خوب در آورد. البته جوشای ریز صورت هم در آورده. آها عرقایی که میکنه رو پوست میشینه. میبینی قشنگ معلوم عرقی که کرده رو پوستش نشسته. جذاب شده بازی، بازی جذاب شد، خیلی خوب شد. و خود توپ و چمنی که مشخصه، فقط چمن فکر کنم، نمیدونم چمن تکسچرش چرا اینجوریه، ولی یکم من الان نکن چمن رو حالت اصلا لانگه، یعنی بلنده. پاسا رو خیلی دوست دارم، پاسا خیلی واقعی تر شده از قبل. آقای رشفورد حرکت میکنه. آقای رشفورد ای کاش وی آر رو اضافه میکرد. خیلی بدن گذاشتن بهتر شده، لله هم بدن گذاشتن بهتر شده. قبلا بدن میذاشتی یارو اصلا همینجوری بدن رو نمیذاشته. چه گل میزنه. خب سب کن ببینم توی گلزنی خوشحالی رو چیکار میکنه. افت فریم اینجا فکر کنم داریم هنوز. نورپردازی خیلی دوست دارم، نورپردازی خیلی خوبه توی این استادیوم. البته فقط سایه باید درست بشه. آها میبینی اینجا سایه درسته، نشون دادی بنیامین سایه بازیکن‌ها توی هایلایت درست بود، تو گیم پلی درست است فکر کنم به خاطر. ولی گیم پلی اینو بهتون بگم بیش از قبل چه سینماتیک خفنی داره تعویض کرده. گیم پلی بیش از قبل قابل بازی کردنه و فکر کنم دیگه قشنگ میشه بازی کردش این گیمو، یعنی مثل قبل نیستش که نشه اصلا بازیش کرد. تو دروازه گل دوم با کریستیانو رونالدو میزنه. من گل دادم چی داری میگی واسه خودت؟ آک تو سر خوابیش. بذار ببینیم داستان چه قراره. اینجا هم نور نباید اینطوری باشه، دارم میگم نور انقدر سافت نباید باشد. بذار ببینیم بعد از بازی چه فیس ها خوب شدن، چه کیتی پیدا اصلا گذاشتم واسه میلان. این ادا رو البته نداره چه خوب اضافه کردم. بهترین بازیکن زمین آقای کریستیانو رونالدو تو کنفرانس مطبوعاتی قرار گرفتم و توی این قسمت هم چیز خاصی نسبت به قبل اضافه نشده، یعنی همون چیزه. روحای آقا مشکل از خود بازیه، اون سایه ها باید درست بشه. توی قسمت
گیم پلن از بین کارتایی که من داشتم فقط کارت الکساندرو آپدیت شده و اینجا هنوز هم آفیس گواردیولا رو نداریم به خاطر لایسنس نبودن و از بین همه بازیکنایی که من داشتم فکر کنم فقط الکساندروه که کارتش آپدیت شده، یعنی کارتی که داشته آپدیت بله هم و کارت هم و کارت آقای هرناندز هم آپدیت شده، کارت میتارمی همونه. بازیکنای ایرانی کارتاشون آپدیت نشده؟ نه بازیکنای ایرانیمون کارتاشون آپدیت نشده متاسفانه. خب حالا وقتش بریم سراغ بازی های آنلاین ببینیم که داستان سرور آنلاین از چه قراره. این فوتبال لیگ خب پوسترش عوض شده، اونجا آنلاین مچ ببینیم، فرند مچ واسه پی سی و کنسول اضافه نشده هن. یا من دارم اشتباه میکنم؟ چون اینجا باید بخش فرند مچ باشه مثل موبایل که الان اومده، البته اومده بود موبایل. نه متاسفانه فرند مچ هنوز فعال نشده و من انتظارش داشتم که فرند مچ فعال شده باشه. بریم تو قسمت ایونت ها، اینترنت هم ضعیفه ها، داره بد میاره. اسپانیش لیگش یه دونه ورلد واید میده، خدا وکیلی میدونه انجام میدیم اگه بده. اما توی این قسمت، تو قسمت ایونت هایی که تو بخش آنلاین میاین، یه دونه استارتر هستش که این اصلا چیزه، یه 5 ستاره بهتون میده، اون سکه های 5 ستاره میتونید بازیکن خفن بگیرید که الان جابجاشون هم ترانسفر شدن و ایش این کلا استارتره. این آفلاینه، اسپانیش لیگ هم داره که احتمال زیاد این هم آفلاینه، ولی این هم آفلاینه و یه دونه از اون پک های ورلد واید میده که خیلی خفنه، حتما یه بار انجام بده. و یه دونه ناسیونال تیم داره که اینم آفلاینه فکر میکنم و یه دونه 4 ستاره میده. بذارید اینم آفلاینه، اشتباه نگم بهتون. بله اینم آفلاین. تنها الان ایونتی که آنلاینه اینه که مثل همیشه بود، سه تا حالا برد و این چیزا مثل همیشه است. فقط جایزش 50 تا بهتون سکه کوین میده، بریم بگیرین حتما اونا که کوین میخواستن، ولی آنلاینه دیگه. من اینو میرم 3000 تا بعد بگیریم. نه بذار بریم بازی آنلاین. آقا بریم بازی آنلاین رو انجام بدیم، اولین بازی آنلاینمون رو ببینیم که سرورها چطوری. الان دوربین قطع شده بود، نمیدونم چرا. اینا من حرف زدم دوربین قطع شد. آقا یه دونه حریف پیدا شد، ببین چرا اینطوری شد. استادیوم رو توی بازی آنلاین نمیتونیم دستکاری کنیم. خب بریم سراغ کیت هامون. کیت های بایر لورکوزن که همینه، کیت اونا هم. خب آقا این ترکیب ما، ترکیب حریفمون میبینم که ترکیب شدوری او ابل با کانتر گذاشته تو دروازه، احتمالا ور میداره. حالا اگه ور نداشتشم شانس ما. خب اینجا گرم کردن بازی کنم مثل قبل هستش، اینجا گرم کردن بازی کنم مثل قبل هستش، فقط من یه دونه فیس چه گرم کنه قشنگی داریم ما. سکو هم هنوز پر نشده، دارن با تماشاچی ها میان. ببینم تو وسط بازی سکو ها پر میشه کامل یا نه، چون فیفا یه دونه قابلیت جدید اضافه کرده و اونم اینه که ناکو میبینید دارن مردم میرن میشینن. چون فیفا یه دونه قابلیت جدید اضافه کرده اونم اینه که به اندازه حساسیت بازی تماشاچی ها کم و زیاد میشن. یعنی مثلا بارسلونا با رئال بازی کنه تماشاچی ها پرن، بارسا چه میدونم بیاد با لوانت مثلا بازی کنه یکم یه تماشاچی هاش کمترن، یه سری سکو ها خالی میشه. ببینم که اون نرمی و لطافت رو ما داخل بازی آنلاین هم داریم آیا. یا که خیر، چقدر خوبه، خدا وکیلی. تازه دیدی حریف دو تا بود آنتنش، ولی هنوز هم به خاطر اینترنت اسکل حریفمون بزن شوتوم، ولی خوبه خدا وکیلی بهتر از قبل شده و من احتمال خیلی زیاد بیشتر این گیم رو نسبت به قبل بازی میکنیم. لگ توی بازی آنلاین کمتر از قبل، خداییش. برو بگیرش آقا، برو بگیرش، داره 200 نگاه میکنه یارو رو. برو جان جدت، وای چه وضع بازی کردن خدایی، مسخره. این کتشون بازه هنوز درست نشده، چه مسخره بازی. بزن ایمار، اما شالا ایمار میده به رونالدینیو و آقای محترم بگیرش. خسته نباشی، خسته نباش، خسته نباشی. خدا وکیلی پاسال کردی تمام است، ولی ما بهتر بازی کردیم. اینجا هم که حالا ایونت های دیگه ببینم دیگه چی اضافه شده. راستی آو یه چیزی من میخواستم ببینم، توی پی سی تیم ملی ایران لایسنس نشده بود آقا، حتی توی تمرین، اصلا تو تمرین منظورمه دیگه. ببینم تیم ملی ایران لایسنس کرده باش تو رو خدا، خیلی ظلمه در حق ما. خب تیم ملی فرانسه لایسنس شده و جدیدن اضافه شده. سب کجا باید میرفتیم یادم. بله تیم ملی ایران متاسفانه هنوز توی ای فوتبال 22 واسه پی سی لایسنس نشده، نمیدونم. فقط یه نکته جالب توی، یعنی خلاقیت بازی رو بخوام بگم، توی سری پیش قسمت منیجر آقای آرتتا اینجوری واسه بود، یه تقریبا همچین حالتی. الان خلاقیت به خرج دادن عکس آرتتا
اینجوری گرفتم. فقط ببینم که تو قسمت مای تیم چه اتفاقی افتاده، چون تو قسمت مای تیمو چک نکردیم. تو قسمت مای تیم منیجر یه سری پوسترهاشون عوض شده، ببینم که کار خاصی میشه با منیجرها انجام داد آیا یا که نه نه فقط لاک و ریلز وجود داره. یعنی ریلیز چیه اینجا هم واسه ارتقا دادن بازیکنو ببینم چه اتفاقی افتاده. هالند 92 من دارم، ببینم که این بازیکن رو الان میخوایم ارتقا بدیم. خب مثل همیشه ایناشو میزنیم و بعد اوکی میکنیم و خب توی این قسمت هم که احتمال خیلی زیاد تغییراتی رو ما نداشته باشیم. بعد اینجا تغییرات خاصی انجام نشده. آقا میگم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما اگر خیلی وقتی که ای فوتبال بازی نکردین، حتما این سیزن ای فوتبال 2023 رو دانلود بکنید، یک بارم که شده امتحانش بکنید. واقعا به نظرم از این به بعد خیلی قشنگ ای فوتبال که بخواید بازیش بکنید و ارزش بازی کردن خیلی داره به نظر من نسبت به قبل و نسخه های پیشینش. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. لایک و سابسکرایب کنید تو فرام نشه. فعلا تو ویدیوهای بعدی